مشکل عاشق جانم، آخایان به دقایه جانم، آهای وصل به موها، آهای تو سنجاقه شقایه آجی. خیلی گوت این ترک دشمای آهو دلم لاله عاشق. انقلابی در اتوتون بود اون ترک، یادتونه؟ امروز با پاییزی شدن هوا دریافتم که دل من اینجور موزیک ها رو میخواد واقعا. اصلا بقیه رو بدید بره. مگه میشه تو هم نمیدونم چقدرش نوستالژیه، چقدرش تایملس بودن و کلاسیک بودنه، ولی من اینجور ترک ها یه 120 چیه؟ یه 1000 متری در بست در اختیارشونه تو قلبم. چه خبر؟ کیونم تو عصر بارونیه خودم، کیونم تو عصر بارونیه خودم، همش خواب بودم. صدای بارون میزنه من خواب میگیره. نمیدونم داستانم چیه و این بچه کرمونم دیگه، عادت دارم. خوش اومدید و این حرفا. به هر حال پاپا بویز، واو لیلا، واویلا و ولیلا احتمالا قرار قافیه شه، نمیدونیم، ولی همون جکیه که آدروید گفت امروز قراره دیسه من بیاد و همون روز اومد و مثل این که دیسه حالا تیکه باید رو توش هست. از یوتیوب پاپا میشنویم پسرانه پدر بزرگ که لینکشو از دیسکریپتیون میتونید پیدا کنید و از یوتیوب یا سانکلود یا بقیه پلتفرم پاپا باید گوش کنید و لینک یوتیوب دلول اسلر و فرشاد فوردس و دیسکریپشن و مواظبت دارد. توجه به اون لینک ها از شروط توجه من به شما. نه سر بزنید دیگه، اگر فورگنگاتونو پاچیدید تو کامنت دیگه، اینه دیگه بپاچیدید. حالا فورگنگ هم ننویس، چارجی بنویس. آهای خوشگل عاشق، اگر خوشگل عاشقاتونو پاچیدید تو کامنت بریم سراغ شیرین. نه واو لیلا پاپا بویز. خب اگر به من اسم آرتیست این ترک رو نمیگفتی و فقط تایتل رو میگفتی حدس میزدم از اپیکوری بابک صد. نه اون، نه اون یکی چی، امینم. آره یکی از اسمای رپر خارجیه که فارسی شده، $100 بود همون 50 سنت. اون یکیش امینمه که امینم. میگم کار یکی از همین برندو به نظر میاد باشه. از این رو نامگذاری عجیبه. حالا باید پیش بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. به هر صورت پرودوس آرتست پاپا بویز، پرودوسرز آپولو و لیرز، میکس و مستر بای کوپ، کوپا بیت، آرت ورک پاپا لیگو، انیمیشن اسپشیالیست امیر ریبلز، اسپانسر بای کیفو دات می، دیستریبیوشن منیجر سجاد صحیفی و محسنی کار مارکتینگ رو به عهده داشته و تشکر ویژه از سینت تارا. کامنت اول بدم نمیاد ببینم پاپا بویز چجوری دیس و دیس بازی میکنه. آره مثل اینکه دیس و ایناست. برنامه برو بده. گروه پاپا بویز، گروه پاپا بویز جمعی از دانشمندان مخترعین صنعت رپ از روم همراه ما هستند. شبیه گلد ریال منفور صحبت میکنه. رعاشو می رگیانل راند اینجوری صحبت میکنه تو رینگز آف پاور. از حال و هوای الان موزیک برای جامعه موسیقی ایران بگید. ایتالیانو نه باشه، اسپانیال یا نه گاوازی با لیلا اسه ای چیزا رو اگه بدونی که با ویلا دایی چاقه. گفتم با لیلا و با ویلا قافیه میشه، ولی میگه یه چیزایی رو میگم ولی نمیگم کیا. یه چیزایی میگم ولی نمیگم کیا، یه چیزایی میگم ولی اسم نمیبرم. دایی چاقه چای داغه به پاچم در و دیوار به هم میگن چابلا وا لیلا یه سری چیزا رو اگه بدونی که وا ویلا دایی چاقه چای داغه به پاچم در و دیوار به هم میگن چابلا. دایی چاقه چای داغه رو یادتونه دیگه، نوشابه تو شابه فلان. میگم ما عجیبیم، عجیم عجیم میکنیم، یو تو هم ناپدیدی اگه با ما فرندی، تبری ترندی چون ما میدی مکسی بگو چی قایده مثل ما شکلی تو میده به ام رپ اکسیر تبری ترندی چون ما میدی مکسی بگو چی قایده مثل ما شکلی تو فکر میکنی ورد میگم اما هری جکی بعضی وقتا تیف میشم بعضی وقتا پرواز بعضی وقتا یکیم بعضی وقتا چند تا چی میگه اینا گنگ گنگ گنگ. کاری که داره، چیزی که داره ازش صحبت میکنه کاریه که انجام میدن کلا. آرت استایل هنریه پاپا بویزیا بدون مرز بودنه.
یه بار مرز نداره کاری که میکنن، واقعا همینه. یه بار از دوردور با 206 میخونن، یه بار از پارتی کلام آدم فضایی ها، یه بار الستی زدن، که لزوما هم کار درستی نیست. یعنی سخته، نگم حالا کار درستی نیست، سخته تو هم رادیو جوانی خوب بدی بیرون، هم مثلا ترک الکترونیک گوگل کن. تازه الان خوب در اومده، گوگل کن خوب در، مثلا ترک الکترونیک و پارتی سانگ بدی بیرون، هم سیجل بری کار بدی بیرون خوب در بیاد، هم مثلا این و این، هم همه شاخه ها رو پریدن و خوب در آوردن خروجی کار سختیه. پاپا بویز ولی کسی، یک گروهیه که تقریبا تمیز دارن، واقعا تمیز دارن انجام میدن. یعنی هر کسی دیگه ای باشه نمیتونه. پاپا بویز هم من فکر کردم نمیتونم، ولی نسبتا دارن تمیز انجام میدن همه شاخه ها رو. تابلو هم قهوه این ان، یعنی مطمئنن هم کپی از من، با یه سری ترک دو دلم بزنم آخه تا دسته پاپا کپی کردن. وای لیلا تو اینه که تو در بیار سه ای چیزا رو اگه بدونی که واوی تو اینه که تو در بیار، اینه که در بیار یا اینه که تو در نیار. اینه کلن چیز دیگه، اینه که پاپا بویزیمو بزنم. عینک یکی از عناصر پرتکرار و تعریف کننده یه پاپا بویز دیگه. منم باشه عینکم هم همه چی هم عادیه، را اگه بهتون بیاد متوجه میشید. تو عینک تو در بیار سه ای چیزا رو اگه بدونی که واویلا دایی چاقه چای داقه بپچم در دیبا به میگن چاویلا چه کاسه بیداقه حسابی تراجدی راه تجاری ترابلیم لایه هزاری با کیف پول متوسیم کار اداری ای به ما نمیاد که بخوابیم. بیت کی بود؟ با حال بیتش آپولو لیلز رولای قبل درابش خیلی با منزد با کیف پول متوسیم کار اداری به ما نمیاد که بخوابیم تهران اتیاد بگایی نه به دراگ زیاد کشانی بنده خدا با بیای با ما جیم به چه با زبون اشاری بچه میخواد ازم اشانی هر کدومتونه زبون اشاری بچه میخواد ازم اشانی اشانتیونی میخواد ازم اشانی هر کدومتون انتقادی دارین گوشا پریوده به تا دین ای تو رو چه به پینکود بازی ای برو تست میکرو پسورد دستم پینکودو داری پس ای هودادو یه هودیست کرد یاده به تا دین تو رو چه به پین کد بازی برو تست میکروب شناسی ترپر کپ به چه ماند مثل لیمبی پرو متازین ترپر کپ به چه ماند لیلا یه سه ای چیزا رو اگه بدونی که با ویلا دایی چاقه چای داغه به پاچم در و دیوار به هم میگن چابلا وا لیلا یه سه ای چیزا رو اگه بدونی که با ویلا دایی چاقه چای داغه به پاچم در و دیوار به هم میگن چابلا. کورس واقعا خوب نیست، ولی واقعا پاپا بوی تا واقعا کورس خوب درار ترین آرتیست های اطراف هم محل، کورسش واقعا خوب نیست. الا بلا آمپرلا بیا را به آبه لا بلا با بلا واو لیلا جاله لاله باله همه انا لیلا موزیکان پاره پاره پرباز بگم ساده ساده همه ما رو میخوان آره آره از جلو شیکم پاپولیستن یا نولید دنبال روابط جاوپولیتیک نفهمیدی مگزیستانسیالیسته ای هومونیستی ته تو ته تهوری طبق تحلیل داد داداش من پاپا بویز پلی کردم چرا مشکی پلی شد طبق تولیدات طبق ترور ای هومونیستی ته تو ته تهوری طبق تحلیل داده آماره زیدید بیشتر دیازده کاباره پاپا بیزی کارا ایزی کانا بیز فهم میکنه کاره ولی لاکاره این ورسه هم اگه انو جا داره یه نکته بیم قد کاغانه کاغانه روی چغره و چاغاله رپانی پیست اسکی هم پاپاه واو لیلا رپانی پیست اسکی از پاپایه آدروید اسکی نکرده از نمیدونم آدروید چه مشکلی دارم. آدروید اولین جایی که من فهمیدم یه مشکلی با پاپا بویز بین آدروید و پاپا بویز وجود داره اونجایی بود که آدروید گفت فندک و فندک نی دستت بود دستم کیر فلان بعد امین تیجه اگر تنها این ترکو میداد بالتر بود اونجا هم فهمیدم داستانی دارن نمیدونم از کجا شروع شده اینجا میگه نیندراپ یه چی میگن ورد پلی با اون چغر مود و کلمه چغری که تایتل آلبومای دو تا از آلبومای آدروت بود اتفاق افتاد بازم دلیلشو نفهمیدی ولی یادتونه منو میگفتم حواست هست به کی داری چی میگی
جا داره برگردونم جمله رو، چون فکر کنم حواستون نیست به کی چی دارید میگید. آدو یه مقداری ترسناک شده الان کاری که داره میکنه، خون میندازه به کسایی که باشون حال نمیکنه. تکی یعنی تکی داره بذاره. سوراخو پیدا کرد آدروید، سوراخو متاسفانه برای دشمناش، خوشبختانه برای خودش و دوستاش پیدا کرده و اصلا باید استنداپ کمدین شه واقعا آدروید با اون ویدیو های که ویدیو داره پتو انداخته روش مگس کش دستشه. حاجی من امروز وسط وزنه زدن یادم افتاد وزنه رو گذاشتم زمین خندید، اصلا نمیدونم چه اینجوری نبود آخه آدروید. میگم سوراخو پیدا کرده، به همه چیز انگار در مدار قرار گرفته. شوخ طبعی سوراخ پیدا کردن، اعتماد به نفسش، اصلا چطور اون مگس کش تو ویدیو بود؟ من نمیفهم مگس کش کجا بود. مگس این مگس کش تو خونه ها نیست، من نمیبینم خیلی. بابام هم که خوراکش بود مگس کش، مگس بکشه دیگه تو خونه شون مگس کش نره. مگس کش و پتو گل بافت کجا بود؟ ولی آره آدرت مقداری آدم ترساکی الان واسه بیف کردن. موزیک هم نمیده، تو موزیک هم کار خاصی نمیکنه، استنداپ کمدی میسازه از آدم. مگه گفتی که داشت دستم کن؟ چون قرار بود نگه کیا دیگه، اول تا گفتش که یه چیزایی میگیم ولی نمیگیم کیا، ولی گفت کیا. پاپا بویز صدای من رو دارید؟ بله، فکر میکنم که ارتباطمون رو باهاشون از دست دادیم. اسپانسر این برنامه کیف پول دات می بود. خیلی ممنون که با ما بودین و شب و روزتان گلبارا. این یکی گل منظورشه. خب من شنیدم یه چیزایی به علی گرامی هم گفتن ولی نش تو ترک ردشو نگرفتم. خب یه ترک دامبول گنگ، عجب ژانر، یه ترک پروداکشن تابستونی با منزه‌ای داشت. من بیتشو بعدم نمیومد خیلی، ولی مسیری که توی جهتی که داده بودن توی لیریکسشون جهت شرارت برانگیزی بود. مثلا مثلا نیم دراپ توش داشتن، یه سری شاخشونه داشتن میکشیدن، یه سری استیتمنت بود که پاپا بویز فلانه، همه دارن از پاپا بویز کپی میکنن. یه جاهایی یه سری نیندراپ ها اتفاق افتاد و بدون لیریکس تو احتمالا فکر میکردی این چک پارتی سانگه یا حداقل دراگ پارتی سانگ، ولی این خبرها نبود، پاپا بویز سانگ بود کاملا. به نظر من تبلیغاتی که ایده‌ای که واسه تبلیغات به ذهنشون رسیده بود خیلی ترتمیزتر از این بود که مثلا یهو یه بیت زورچپونی با کیف پول بزنن. ترک خیلی پاپا بویزی بود، توی ورس مت دیگه پاپا بویزی ترین حالت ممکن بود، ولی خیلی نمیدونم، همه چی باحال، همه چیز هول، همه چیز کامل سالید، خیلی مثلا انیمیشن ها بامزه، اوج و فرود، مثلا ورس مت خیلی اوج و فرود باحالی داشت، استایلشون متفاوت تر بود. موسیو خیلی بیشتر کلمه بازی میکرد، خیلی بیشتر حرف میزد، مت خیلی بیشتر با بیت بازی میکرد و ویو داشت، فلوش سکوت و مکس و این چیزا داشت. مثلا فرد هم از اون طرف شیطنت رو بیشتر کرده بود، نین دراپ کرده بود، چه میدونم مثلا یه سری مثلا لیریسیزم، لیریسیست بازی و جناس بازی و چی بود اسمش، واجارای بازی داشت در می آورد و این استایلشون یه تا حد قابل قبولی از هم جدا بود. اینجوری نبود که سه ورس انگار یه ورس باشه، ولی اول اینکه کورس به نظر من کورس خوبی نیست، خیلی کلا خیلی سیجلی بود موزیک، میگی چی میگم، جهت دهی خیلی سیجلی بود. از اون طرف حرفایی که میزنن مثلا یه بیت، الان که فکر کنم مثلا یه بیتی که تو ذهن من ثبت شه، یه بیتی که نقطه اوج بسازه تو ذهن من، یه بار دیگه اینجوری کیف رو تبدیل کردن. آره کلا شعر نوشتن پاپا بویزیا خیلی منحصر به فرد خودشونه، خیلی از قوانین خارج از دایره پاپا بویز تبعیت نمیکنه، مثل خیلی عجیب غریب شعر میگن. مثلا متی فتایی هم اینجوریه، متی فتایی شعرش عجیبه، مثلا کلمه ها رو یه جوری بهم، دورچی هم همینجوریه، دورچی هم یه جوری کلمه ها رو دور بزن دور برگردونه دیگه اوجشه. یا مثلا داره از عشقش و ترک شدنش صحبت میکنه، یهو دور برگردون میاره تو کار. میگه چی میگم، پاپا بویزی هم اینجوریان، یه دنیای خودشون رو دارن، کوکب‌های خودشون، کلمات خودشون و نوع ربط دادن کلمات منحصر به فرد خودشون. یکم اینجا به نظر من اون نوع ربط دادنه که خیلی اکستریم شده بود و برای گوش من حداقل اینجوری بود که من مثلا رد و گم میکردم و بیتی که هوک کنه منو، بیتی که منو بگیره قلاب بندازه به گوشم و نگهم داره و اصلا مثلا یه بیتی که یادم میمون، چرا پرومتازین بدون لین یادم موند و به نظرم یکی از با اینکه یکی از جنریک ترین رفرنس هاست برای دست گذاشتن روش، لین و پرومتازین و اسپرایت و
اینجور چیزا، ولی باز یکی از بهترین بیت‌های چک بود. ولی ببین چه ببین چیه که تنها بیتی که من یادم مونده اون پرومتازیم. بعد اون نیم دراپ هم صرف نیم دراپ بود، یعنی نه یه تویستی نه یه شیطنتی. عجیب بود از پاپا بویز این کارو کنه. پاپا بویز آخه چیزن؟ البته نه واقعا یه بار دیگه هم دیس کرده بودن، دیسشون خوب در نیومده بود. حالا یه نکته بگم، قد کاگانه شوخی با مزه بود، ولی که آدر چغره و چاغاله صرفا دو تا چه داشت، دو تا کلمه. یعنی مثلا تنها تویستش این بود با دو تا با آدروید دو تا چه، یعنی وگرنه نه تویست با مزه ای، نه نیم دراپ با مزه ای نیست. من بارها راجع به صحبت کردم، وقتی اسم از یکی میبری داری یه کاری میکنی، داری مثلا یه سری هیت میخری، یه سری توجه، یه سری کلاود چیسینگ بازی در میاری، کلاود چیسر بازی در میاری، به همون اندازه جذابیت و توجیه باید داشته باشه، وجود داشته باشه واسه اینکه اسم بردی. اگه اون توجیه وجود نداشته باشه کلاود چیسر بازیه به نظر من. الان اون توجیه به نظر من وجود نداشت، در صورت تبدیل تجربه اول ماشین نه چک مثلا چیز مایه 5 بود. با مزه بود چک، حال و هواش و میگم اینکه سالید بود همه چیه پروژه و اینا باحاله، ولی نوشتن پاپا اینجا یه ذره دور از لمس و دور بود، ایرلوونت بود. شما بنویسید نظرتون راجع به این چک و ریاکشن ویدیو این صحبت ها، لایک و دیسلایک و سابسکرایب و زنگول و این صحبت ها یادتون نره. فیب زیاد بخورید، نشاسته و این چیزا هم کم بخورید و چیزای شیرین هم به عنوان دسر بخورید، نه به عنوان یه غذای وعده اصلی، مخصوصا توی مدرسه که مغزتون باید کار کنه. کیک میک و اینا رو بذارید دسر، غذای ریل فود بخورید، ناتس، دانه های چربی، مثلا بادوم مادوم و اینجور چیزا و اینجور چیزا دیگه، کیک و پاستیل و پنکیک و این کجا رو نخورید. بگیدید خودتون تا ویدیوی بعدی. فور گنگ.